شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از اعضای اتحاد چپ ایرانیان و استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته بود. خیلی تشکر میکنم و به تمام شنوندگان عزیز برنامه درود میفرستم. درود مجدد بر شما. جناب پارسابناب، میخواستم لطف کنید بفرمایید بپردازیم به این که در دنیا چه خبر است و جهان به کدام این سمت و سو سوق دارد و در راه است. در واقع سوالی که امروز در تمام رسانه‌های گروهی، هم در داخل ایران هم در خارج از ایران، به صورت وسیع مطرحه، چون هیچ وقت گویا در تاریخ، اقلن در تاریخ معاصر، در این 150 سال گذشته، هیچ وقت جهان ما به این اندازه پر از تلاطمات، جنب دوش ها نبوده. تلاطماتی که هم جنبه های منفی داره و هم جنبه های مثبت، و جنب دوش مردم و عواقبی که این جنب دوش ها، این تلاطمات به وجود میاره، اصلا تقریبا همونجور که در برنامه های گذشته هم بهش اشاره کردیم، سراسر جهانو گرفته. بله. ما اول اگر مثلا برگردیم به 4 سال قبل، 5 سال قبل، با عواقب جنگ افغانستان و بعداً عواقب جنگ عراق، تصور این بود که خیلی این تلاطمات ممکنه محدود بمونه در اصطلاح در خاورمیانه بزرگ. حالا ممکنه از افغانستان به پاکستان، از عراق به بعضی از همسایه‌هایش، ولی امروز ما میبینیم که نه، این تلاطمات وسیعاً سراسر جهان رو گرفته، به ویژه کشورهای مسلمان نشین آفریقا، خاورمیانه و آسیای جنوبی مثل پاکستان، هندوستان، خود افغانستان. اینی که این تلاطمات دیگه یواش یواش به نظر میرسه که برای مردم هم در کوچه و خیابون عادی شده. این تلاطمات و وقایعی که هر روز اتفاق میفته، قبلا شوک می آورد، مردم رو به تعجب وا می داشت، ولی امروز ما میبینیم که در کشورهایی که سالها سال تا اندازه‌ای در مقام مقایسه با کشورهای دیگه در آرامش بودن، در آرامش نسبی، امروز میبینیم که در اون کشورها هم این تلاطمات وسیعاً گسترش پیدا میکنه. مثلا شما تصور بکنید اگر یک نشریه روزانه معروفی رو که تیراژش هم شاید بالا باشه برداریم، مثلا روزنامه نیویورک تایمز یا لوموند پاریس یا روزنامه واشنگتن پست در واشنگتن، شما اگر 10 سال قبل این روزنامه ها را برمی داشتید، یک بررسی می کردید، می دید که در این شماره های مختلف این روزنامه های پر از تیراژ، ما هیچ وقت خبری حتی راجع به کشور مالی نمی شنیدیم، در صورتی که امروز اکثر این رسانه ها، مخصوصا روزنامه ها و تلویزیون، میبینیم که کشور مالی رو آوردن به نشیمنگاه های خونه های مردم.
یعنی مردم تو تلویزیون میبینن، در روزنامه هم راجع به مالی و مردم مالی، تاریخ کشور مالی و اینکه یکی از بزرگترین معروفترین شهرهای جهان باستانی و جهان قرون وسطا، جهان که اون زمان کشورهای اسلامی خیلی خیلی قوی بودن، این شهر حالا ورد زبان مردم شده، تیمباکتو. بله. که در واقع از بدنه کشور مالی جدا کردن شمال و جنوب و، یعنی در واقع در عرض این یک سال گذشته کشور مالی به دو بخش تقسیم شده و باماکو پایتختشه که قبلن هم بوده، حالا هم پایتخته، منتها در جنوبه. در شمال هم شمال مالی رو که برداشتن از بخش جنوب قطع کردن، رسما و عملا پایتخت شده تیمباکتو. و خب ما این تلاطمات رو که میبینیم، خب این هم جنبه منفی داره هم جنبه مثبت. جنبه منفیش اینه که بالاخره نظام جهانی سرمایه با یک بحران بزرگ ساختاری روبرو شده. یکی از عواقب همین بحران جنبجوش مردمه، چون این بحران که اتفاق افتاده، این بحران مسئولیتش به گردن صاحبان ثروت و قدرته. بله. یعنی اگر امروز ما میبینیم که در آمریکا بیکاری اصلا قوقا میکنه بدون اینکه حتی اعلام رکود بکنن، درصد بیکاری در آمریکا خیلی خیلی رفته بالا و در کشورهای اروپایی و در بعضی کشورها مثل اسپانیا، یونان، بالای 25% مردم که باید کار بکنن تا 10 سال گذشته 5 سال گذشته کار میکردن، امروز کار نمیکنن، درصد بیکاری ها خیلی رفته بالا. شما به وقتی که نگاه میکنید به این جریانات، خب میبینید که مسئول اصلی این بحران همین صاحبان ثروت و قدرت، صاحبان بانک های بزرگ، مونوپولی ها، انحصارات بزرگ مالیه که هم مالی شدن هم خیلی خیلی ایمومیتر شدن و هیت های مختلف فعالیت های اقتصادی رو تحت کنترل شدید خودشون در آوردن. مسئول اینا هستن. بله. مسئول واقعی این جریان که این نظام به این بزرگی، به این عظمت در سراسر جهان در بحران فرو رفته، مسلماً مسئولانشون همون نیروهایی هستن که ما به اونا میگیم نیروهای ثروت و قدرت، صاحبان ثروت و قدرت، که مسئول این بحران شدن. ولی خب این صاحبان ثروت و قدرت برمیگردن و مردم جهانو، چه در کشورهای پیرامونی جهان سوم جنوب، چه در کشورهای مسلط مرکز شمال، مردم این کشورها را متهم میکنن که شما باعث این بحران شدید. یعنی شما هستید که باید ریاضت کشی بکنید، شما هستید که باید مخارج این زنگ ها را بدید تا اینکه این نظام از این بحران بیاد بیرون. در اینکه مردم دیگه به اون حدی رسیدن که اگر قبلا هم در دورهای پیشی قبول می کردن، دیگه امروز مردم به سطوح در اومدن و خیلی عجیبه، از یونان گرفته تا اسپانیا و پرتغال و ایرلند و کشورهای دیگر و اروپایی، رسیده به کشورهای آفریقا، مردم دیگه به تنگ آمدن. یعنی مردم حاضر نیستن که دوباره بیان و اون هزینه این بحرانی رو که خود این صاحبان ثروت و قدرت به وجود آوردن، این هزینه رو بدن. اگر در گذشته هم این هزینه ها رو تا اندازه قبول می کردن و اطاعت می کردن یا کوتاه می آمدن قبول می کردن، امروز به تنگ آمدن قبول نمی کنن
در نتیجه یک تلاطمات بزرگی در سراسر جهان، یک سری تلاطماتی وجود دارن که این تلاطمات عکس العمل مردم به سطوع آمده در مقابل این جریانات، یعنی در مقابل بحرانه که حاضر نیستن که دوباره هزینه بدن. از یک سو مردم در خود آمریکا، در کانادا، در کشورهای اروپایی حاضر نیستن سیاست های ریاضت کشی نظام رو بپذیرن، در واقع سیاست های ریاضت کشی این کشورها که توسط صاحبان ثروت قدرت یعنی صاحبان اون مونوپولی ها اعمال میشه. اینها همون اینی که مثلا کارگران عوض این که 5 روز کار بکنن باید 6 روز کار بکنن، اگر قرار بود که در 65 سالگی بازنشسته بشن باید در 70 سالگی بازنشسته بشن، و انواع اقسام امتیازاتی که این کارگران در سطوح مختلف در کشورهای مختلف به خاطر مبارزاتشون در این چند دهه گذشته به دست آوردن، یکی بعد از دیگر این امتیازات رو از دست اینا میگیرن. اینا تازه در کشورهای به اصطلاح جهان اول اتفاق میفته، کشورهایی که به اصطلاح سرمایه‌داری در اونجا خیلی خیلی توسعه یافته است. ما به اسم کشورهای شمال یا کشورهای مسلط مرکز یا قدیم‌ها قبلا میگفتیم که جهان اول، حالا میریم به جهان سوم، کشورهای پیرامونی. اونجا هم میبینیم که درسته که مسئله ریاضت کشی در اون کشورها به این قدر که در آمریکا و کانادا و فرانسه و انگلستان مطرحه و کلیه اتحادیه اروپا را با بحران بزرگی روبرو شده که حتی ممکنه این بحران منجر بشه که اون اتحادیه اروپا که قرار بود یک ممالک متحده اروپا را بسازه، یعنی از درون ممکنه اصلا پراکنده بشه، پوپیده بشه و از درون اصلا بیفته، یعنی کاملا از بین بره. عوض این که اروپا بیشتر مستعد بشه، ما میبینیم که حتی بعضی از این کشورها در بعضی از این کشورها بعضی از ایالت‌ها میخوان از این کشورها جدا بشن، یعنی درست برعکس اون چیزی که نظام میخواسته اتفاق بیفته. ما میبینیم که نه، در کشورهای اروپایی با بحران عجیبی روبرو شدن، هم حوزه یورو و هم خود اتحادیه اروپا در معرض سرآشیب یک نوع سرنگونی یا پراکندگی و فروپاشی قرار گرفتن. و در کشورهای جهان سوم هم یا در کشورهای پیرامونی دربند، ما اونجا میبینیم که جنگ ها هستن که مردم رو به سطوح در آوردن. یعنی امروز مردم پاکستان، مردم یمن، مردم افغانستان، مردم سومالی و خیلی از کشورها، من اینا رو مثال میزنم، اینها به خاطر اون هواپیماهایی که بی خلبان هستند و از کشورهای آمریکا و کانادا اداره میشن، این پهپادها، یعنی هواپیماهای بی خلبان میان و اینقدر مردم به اصطلاح مردم به طور کلی غیر نظامی رو که اصلا در جنگی شرکتی ندارن و حتی با اون به اصطلاح تروریست ها رابطه‌ای ندارن، اینا رو شب و روز قتل عام میکنن. در تاریخ، واقعا در تاریخ 50 سال گذشته جهان بی نظیر اصلا اتفاقش اگر افتاده بوده ما نمیدونستیم یا اصلا اتفاق نیفتاده. و حرف من درسته که یک جریان بی نظیریه، یعنی هیچ وقت اتفاق نیفتاده. مثلا ما در جنگ ویتنام نمیدیدیم خلبانان بسا هواپیماهای بی خلبان بیان و یک دهکده ای رو بمباران بکنن. بله، دهکده های زیادی در ویتنام بمباران شدن و مردم اون دهکده ها از بین رفتن، ولی اقلا اون هواپیماها خلبان داشتن. بعضی وقتا این خلبان ها رو حتی دستگیر می کردن، یعنی خلبان ها هواپیما ها رو می زدن، خلبان هاشون رو دستگیر می کردن. بله